هزار روز اول زندگی دوران طلایی برای سلامت کودکان است. کودکی یک دوره طلایی در زندگی هست. ما میگیم هزار روز اول زندگی که تقریبا میشه تا پایان سه سالگی یک هزار روز تلاییه یعنی اگر کودک ما در این سه سال اول زندگی تغذیه خوب داشته باشه و به تبر رشد خوبی داشته باشه و مراقبت های خوبی ازش اتفاق بیفته، قطعا بزرگسالی خیلی بهتری خواهد داشت. و ما اگر تو این سه سال اول هزار روز اول زندگی کودکمون تغذیه نامناسبی داشته باشه یا خدای نکرده حوادثی براش پیش بیاد که به سلامتیش آسیب بزنه ممکنه عوارض اون تا پایان عمر تا بزرگسالی باهاش طی بشه والدین و دولت بر اساس سند ملی حقوق و کودک و نوجوان موظفند که به سلامت کودک و نوجوان توجه جدی داشته باشند و استاندارد بهداشتی و زندگی سالم آنها را تمین کنند بر اساس ماده شش سند ملی حقوق کودک و نوجوان کودک و نوجوان از حق سلامت جسمی و روانی و نیز بهرهمندی از استاندارد بهداشت و زندگی سالم و تسهیلات لازم برای درمان بیماری و تمام برخوردار است دخترهای عزیز، پسرای گل امیدوارم همیشه در کنار پدر، مادر و خانواده عزیزتون سالم باشید بزرگترین نعمتی که خدا به همه ما داده سلامتی است برای حفظ سلامتی باید بکوشیم چجوری اگر مریضیم پیش بچه های دیگه نریم اگر بچه های دیگه مریضن پیششون نریم اگر احساس بیماری میکنیم حتما به مادرتون اطلاع بدین تا شما رو پیش دکتر ببره مسلما دکتر صلاح و خیر شما رو میخواد اگر دارویی به شما تجویز میکنه بهانه نگیرید که من رو دوست ندارم چون اگر دارو رو مصرف کنید به موقع باعث میشه که زودتر سلامتیتون رو پیدا بکنید و بدتر نشید و مجبور به درمان های سختتر نشید استفاده از مکمل ها در دوران کودکی برای سلامت کودک در بزرگسالی بسیار مهم است در دوران کودکی یه چند تا مسئله رو ما خیلی روش تاکید داریم اینه که حتما مکمل هایی که توصیه میشه بر اساس سن کودکان استفاده بشه حتما استفاده بشه من یه کوتاه عرض کنم ما توصیه میکنیم که از سن سه الا پنج روزگی تا دو سالگی مکمل ویتامین آده حتما کودکان استفاده کنن از سن چهار تا شیش ماهگی تا دو سالگی حتما مکمل آهن رو استفاده بکنن و بعد از سن دو سالگی بر حسب سن اینها تعریف شده و مشخص هست که میتونن با مشورت پزشک معالجشون اطلاعات رو دریافت بکنن استفاده از این مکمل ها در دوران کودکی نقش بسیار مؤثری در رشد و تکامل کودکان داره خب همونطور که میدونیم ویتامین آ و دی روی تکامل سیستم ایمنی سیستم استخوانی سیستم بینایی سیستم اسکلتی دندون های کودک تاثیر داره ابتلا به عفونت های ویروسی حدود دوازده بار در سال برای کودکان طبیعی و نگران کننده نیست ابتلا به عفونت ویروسی اگر به اون بیشتر از اون میزانی که همون عددی که گفتم هولوش 10 تا 12 بار در سال در موقعی که کودک با مهد کودک و مدرسه مواجه پیدا میکنه اگر بیشتر از این میزان نباشد و عفونت های خفیفی باشه یعنی عفونت نباشه که منجر به بستری کودک در بیمارستان بشه معمولا این عفونت در دوره 5 6 روز معمولا بهتر میشن یا عفونت های گوارشی استفراغ معمولا در فصل تابستان اتفاق میفته اگر ابتلا به این عفونت ها در حد معمول باشه واقعا مشکلی برای کودک ایجاد نمیکنه در بزرگسالی اصلا سیستم ایمنی کودک با ابتلا به این عفونت ها تکامل پیدا می کند برخی از بیماری ها مثل بیماری های خود ایمن که مثل دیابت یا تا حدی آسم هم جز این بیماری ها هست تو این بیماری ها بدن به جای اینکه بیاد به یک میکروب حمله کنه به بافت های سلولی خودش حمله میکنه ما برای اینکه بتونیم این اتفاق نیفته یکی از راشنی که سیستم ایمنی به قولی تو یک مانورهایی به اصطلاح ورزیده بشه و تکامل پیدا کنه این عفونت های ساده ای که بچه ها تو دوران کودکی می، میگیرن گیرن مثل مانورایی که یک ارتش یک مملکت داره انجام میده که ورزیده بشه پس این عفونت ها نه تنها نگران کننده نیستن حتی ما میگیم که کودک نباید خیلی استریل بزرگ بشه بعد تا حدی با یک سری از عفونت ها مواجه پیدا کن اما در حد معمول و اگر اتفاق افتاد والدین نگرانی خیلی زیادی نداشته باشن جلوگیری از حوادث در دوران کودکی برای سلامت کودک در بزرگسالی بسیار مهم است یکی از علل مهم آسیب ها به خصوص در کودکان زیر پنج سال حوادث هست مثل اینکه کودک مسمومیت با دارو پیدا کرده دارو در دستش بوده دارو رو خورده برخی از مواد شوینده ای که در خانه ها وجود داره مثل لوله باز کن گاز پاک کن نمیدونم آب باتری اتومبیل یک مواد شوینده که به عنوان چربی زدا برای سطوح استفاده میشه اینها اگر توسط خود کودک بل بشن آسیب بسیار شدید به سیستم گوارششون وارد میشه اگر همچین حوادثی برای کودک ما اتفاق میفته یا حالا حوادث ترافیکی که خب گاهی وقتا میبینیم والدین دقت نکردم مثلا بچه تو پارک داشته بازی میکرد دقت نکردم. یه یهو وارد خیابون شده آسیب ها و حوادثی که تو این سالهای اول برای کودک اتفاق میفته چون بدنشون ضعیفتر اسکلتشون ضعیفتر هست ارگان های داخلیشون به حوادث حساس تر هست اگر تو سالهای اول زندگی اتفاق بیفته و مثلا یه کودک مجبور بشن یک قسمتی از دستگاه گوارشش رو خارج بکنن رو از دست بده یا سیستم مریش در اثر بله یک ماده سوزاننده آسیب ببینه این کودک تا پایان عمرش بعد با یک بیماری مزمن زندگی بکنه پس ما توصیه می‌کنیم که تو اون سال‌های اول به خصوص از نظر حوادث هم والدین عزیز حواسشون به کودکان باشه بچه‌ها علاقه دارن هر چیزی که می‌بینن می‌خوان با دهنشون امتحان کنن ما متاسفانه دیدیم مثلا بچه باتری از این باتری‌های گرد کوچک که برای اسب بازی و باتری می‌خوره از این مواد شوینده بل میشه یا داروها رو استفاده می‌کنه اینها باعث میشه که خب به سلامتی کودک آسیب برسه پس ما توصیه میکنیم به صورت کلی دو تا مسئله در دوران کودکی رعایت کنن تغذیه خوب و کامل پایش رشد کودک استفاده از مکمل ها طبق دستورالعمل کشوری و مراقبت از حوادث احمد امین فرد خبرگزاری صدا و سیما